بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام عرض می کنم حضور بینندگان عزیز و ارجمند. شما هستیم با پنجمین میزگرد تخصصی فرهنگی 14 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. کارشناسان محترم فرهنگی این میزه گرد تخصصی آشنا شدید. من بار دیگر نام یک یک رو یادآوری میکنم تا شنوندگان گرامی هم بشنوند. سرکار خانم دکتر الهام یاوری، جناب آقای دکتر حسین انتظامی و جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری، سلام و خوش آمد و تشکر. اما این سوی استودیو نامزد محترم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی حضور دارند، همراه با دو تن از مشاورین محترم، جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی و جناب آقای دکتر عبدالمهدی مستکین. سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدید. بندم خدمت شما و کارشناسان عزیز و بزرگوار، سرکار خانم یاوری، سرکار خانم آقای دکتر انتظامی، آقای دکتر اسفندیاری، به همه بینندگان گرامی عرض سلام و ارادت و عصب خیر دارم. خوشحالم که در این گفتگو که از مسائل اساسی ایران هست، فراتر از نظام ما، فراتر از انقلاب ما و فراتر از سرزمین ما، چون فرهنگ عجین با تمدن ماست و از این جهت خوشحالم که در این گفتگو شرکت میکنم. خیلی متشکرم. جناب آقای پور محمدی، زمان کلی پیشبینی شده برای جناب عالی 59 دقیقه هست. از این 59 دقیقه برای نوبت نخست 20 دقیقه پیشبینی شده که شما میتوانید منفرد صحبت بفرمایید، وقتی رو با مشاوران تقسیم کنید یا به گفتگو با کارشناسان بپردازید، هر طور که میپسندید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه ایران رو، تاریخ ایران رو با فرهنگ میشه تعریف کرد. فرهنگ برجسته ترین نماد ایرانه. تمدن ایرانی اوجش با نگاه فرهنگی شکل گرفته. هرچند ما رفتار پادشاهانمون رو مذموم میدانیم به خاطر خصلت پادشاهی و شرایطی که اون سلطه و ایناست، اما در متن حتی حکمرانی ایرانی فرهنگ کاملا برجسته است و به نظر من دستگاه حکمرانی ایران در تاریخ به خاطر حاکمیت فرهنگ از یک نجابت و یک طهارت و عمق و نفوذ برخورداره و این نکته ایست بسیار مهم. ایران به سرعت به اسلام پیوست، نه به هیچ دلیل، به خاطر اینکه اسلام اوج فرهنگ بود و ایرانی و ایران با فرهنگ عجین شده بود، همدیگر رو یافتند و این تداول تمدنی و نگاه متعالی اسلامی با هم شکل گرفت و هم افزایی کردند. خدمات متقابل اسلام و ایران گواه بر این ادعاست. خب، صفحات تاریخ ایران پر از لحظه های با شکوه فرهنگی است. فیلسوفان ما، دانشوران ما، طبیبان ما، حکمای ما،
ادبای ما، شعرای ما، معماران ما، هنرمندان ما. دنیای هنر در ایران جمع شده با خلاقیت‌های مختلف و تاریخ گواه این معناست. عبور می‌کنم سریع. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است. اصلی ترین عنصر انقلاب فرهنگ بود. رهبری انقلاب عنصر فرهنگی بود. مهمتر از همه که شاخص برجسته انقلاب ماست، رهبر انقلاب باید چهره شاخص علمی و فرهنگی باشه. ویژگی اصلیش دانشه و دانشوریه. دانش یعنی اوج فرهنگ. کجای دنیا شاخص حکمران و مدیر رو فرهنگ گذاشتند؟ اخلاق، فهم اجتماعی درست و ویژگی های مدیریتی. ما با فرهنگ کار داریم. فرهنگ نقطه قوت اسلام و انقلاب ما در عرصه جهانی و هماوردی است و در فرهنگ زنان و مردان بازیگران اصلی هستند. امروز زن در جامعه ایران نقطه قوت فرهنگ ایران، فرهنگ اسلام و فرهنگ انقلاب اسلامی است. امروز جهان در تلاطم نافهمی جایگاه انسانه. گفتن انسان مداری، ولی جایگاه انسان تحقیر شده. زن و مرد امروز عنصر فاخر جهان نیست، چون زن و مرد ما امروز در سلطه و حاکمیت سود، لذت، رفاه، جذابیت‌های زودگذر و کوچک هست. اما زن ما، مرد ما، شاخص‌های متعالی فرهنگ ما، قوت امروز ماست در هماوردی تمدنی معاصر و ما این رو نفهمیدیم و نیافتیم، بها ندادیم. یک رجعت داریم، می‌خواهیم در تاریخ ایران، در تاریخ اسلام، به خصوص در تاریخ انقلاب. و ما می‌توانیم. ظرفیت‌های بسیار برجسته امروز با همه فراز و فرودهامون وجود داره. به تحصیل کرده هامون نگاه کنیم، کمن و کیفن. به دانشجویانمون نگاه کنیم، کمن و کیفن. به گروه‌ها و اخشار و جنسیت‌های مختلف که فعالن تو عرصه فرهنگ و هنر نگاه کنیم، کمن و کیفن. با گرایش‌ها، سلیقه‌ها، رویکردها، بسترهای مختلف تو حوزه دینی، تو حوزه انقلابی، تو حوزه هنری، تو حوزه فعالیت‌های عادی اجتماعی، اما با بستر هنر و فرهنگ فوق‌العاده است. خب شاید اینا رو بگید حرفای کلیه، شاید بگید شعاره، شاید مردم ما بگن بله دیگه یه خرده‌ای دارید، شاید منبر دارید میرید. من نه عمیقا باور دارم و عمیقا اعتقاد دارم و فکر میکنم که یکی از قوت‌های نظام ما و ایران ما احیای این ظرفیت فرهنگی است. حالا ما دوست داریم، دوست عزیزان ما، کارشناسان برجسته که در این نشست حضور دارند و جزء چهره‌های شاخص و برجسته عرصه فرهنگ و هنر هستند، گفتگو با هم داشته باشیم. دوستان ما جناب آقای دکتر ایوبی که هم تحصیلاتش تو این زمینه هاست و هم تجربه عملیش در خارج کشور و داخل کشور، مدیریت های مؤسسات مهم فرهنگی هنری به عهده داشته، میتونه زمینه های واقعی و عینی این نگاه رو تا حدودی بیان بفرماند و موانع و مشکلاتی که تو این عرصه هست بازگو کنیم، ببینیم چگونه باید این گره ها رو حل کنیم. سرعتمون کند شده، ما باید شتاب بگیریم و امکان این شتاب گرفتن رو داریم. در خدمت آقای ایوبی هستیم. تشکر میکنم. جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی، مشاور محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مقدمه خوبی رو جناب آقای پور محمدی فرمودند. بنده خیلی خوشحالم از اینکه در جمع فرهیختگان شما و
دوستان ارجمندم هستم و خیلی هم خوشحالم از اینکه فرهنگ چنین سهمی در این انتخابات داشت. این خیلی برای اهالی فرهنگ به نظرم جای خوشحالی داره. من به عنوان کسی که خب سالیان سال این افتخار رو دارم که در خدمت برنامه‌های فرهنگی و فرهنگ هستم در بخش‌های مختلف، واقعا احساس می‌کنم ما امروز در عرصه‌های مختلف دچار مشکلاتی هستیم، دچار گره‌هایی هستیم، دچار بحران‌هایی هستیم که نیاز به یک اراده قوی برای ایجاد وفاق و برای حل این مشکلات داره. مشکلات دست و پاگیری که هر مدیری که دلش بسوزه و بخواد کار کنه با این مشکلات روبروه. اولین مشکل اینه که ما به هر حال ایران با این عظمت، با این شکوه، ایران فرهنگی، ایرانی که هزار سال هنر کتاب داره، ایرانی که یکی از 7-8 سینمای برتر جهان، ایرانی که بیش از 1,000,000 اثر باستانی شناخته شده و بیش از 35,000 اثر ثبت ملی و نهمین رتبه رو در ثبت جهانی داریم، این ایران رو یکی از مشکلات اینه که ما در دوره‌های مختلف به دست کسانی سپردیم فرهنگش رو که با این جهان بیگانه بودند و بیگانه هستند. این اولین مشکلی است که در اهالی فرهنگ ازش رنج بردن و رنج میبرن. این جهان رو کسانی میتونن اداره کنن که با زبان اهالی فرهنگ، با زبان اهالی هنر آشنا باشن. این ناآشنایی باعث ایجاد یک شکاف بین مدیران ما و اهالی فرهنگ و هنر در دوره‌های مختلف شده. اصلا من ناظر به دوره خاصی نیستم، در برخی از دوره‌ها هم اهالی فرهنگ شانس رو داشتن که افرادی آمدند که با زبانشون آشنا بودن، با این جهان آشنا بودن، ولی ما گاهی می‌بینیم که کسانی به رده‌های عالی مدیریت فرهنگی میرسن که گویی اولین تماسشون با جهان فرهنگه. این خیلی آزاردهنده است برای اهالی فرهنگ هنر. اهالی فرهنگ هنر اینو میفهمن، فوری هم میفهمن که این مدیر نمیتونه اینجا رو اداره کنه. و قدر اهل هنر کسی داند که هنرنامه ها بسی خواند. کسی که این هنرنامه ها رو نخونده اگر بشه مدیر فرهنگی، اول مشکل. مشکل دیگری که به نظر من از اینم مهمتره، به ویژه برای مدیران فرهنگی، اینه که ما بعد از به هر حال نیم قرن از یک انقلاب فرهنگی، کشوری که رهبریش یک چهره فرهنگی است، حضرت امام، و مثلا در مورد سینما ما میدونیم که سینما ایران به فرمان رهبری و با حمایت بیدریق مقام معظم رهبری خلق شد و سرپا شد و توسعه پیدا کرد. همه ما اینا رو خبر داریم. با این حال ما در یک بلا تکلیفی مدیران فرهنگی وجود دارن. تکلیفمون با برخی از عرصه ها هنوز روشن نشده. هنوز ما نمیدونیم تکلیف ما با موسیقی چیست؟ به هر حال موسیقی رو چه جور می‌خوایم؟ چقدر می‌خوایم؟ اهالی موسیقی دارن رنج می‌برن، دارن اذیت میشن. ما هنوز در مورد سینما، واقعاً هنوز در مورد سینما هم من به عنوان یک مدیر فرهنگی گاهی احساس می‌کنم تکلیف ما روشن نیست. خلاص سینما رو می‌خوایم یا نمی‌خوایم؟ اگر می‌خوایم که بشه ایران با این عظمت، با این درآمد، با این پول نفت، با این هزینه هایی که میکنه، ایران که نمیشه 500 تا سالن سینما داشته باشه. ما اگر سینما رو میخواستیم الان باید 5,000 سالن سینما داشته باشیم. بین خواستن و نخواستن، این دوگانگی در مورد تئاتر هم همینه، در مورد مشاهیر ما هم همینه. خلاصه ما مولانا رو میخوایم یا نمیخوایم؟ از یک طرف میگیم خیلی خوبه، ما با حمایت بیدریق جناب آقای پور محمدی در سال 86 مقبره شمس تبریزی رو در خود احیا کردیم، اون پروژه بزرگ اجرا شد و شمس به ایران بازگشت. همه میگفتند که به سرعت در ایران قونیه دوم درست خواهد شد. خب همه ما که شمس رو میشناسیم، ولی هنوز بعد از 15 سال نتونستیم یک یادمان در اونجا درست کنیم، برای اینکه این رفتارهای دوگانه و برخورد دوگانه نمیگذاره. بین ایران و اسلام، خب همه ما میدونیم کتاب شهید مطهری اوجشه، رفتار رهبران ما، مقام معظم رهبری، نگاه ایشون به شعر و ادب و حتی حضرت مولانا و دیگران راهگشاست. ولی ما در این دالان ها و کوچه پس کوچه های مدیریت با این دوگانگی ها روبرو میشیم و این دوگانگی ها رنج میده مدیران و اهالی فرهنگ و هنر رو. در مورد نوروزش هم همین، من اینقدر مثال دارم نمیخوام دیگه وارد مثال های مختلف بشم، که گاهی ما برنامه رو اجرا میکنیم، برنامه بسیار بزرگ، و من فکر میکنم اگر اسمش نوروز نبود انجام میشد. اسمش که نوروز میشه در برخی از جاها مشکلاتی پیدا میشه. به هر حال ما نیاز به یک
مدیرانی داریم، نیاز به یک رئیس جمهور. دلیلی که من کنار آقای پور محمدی نشستم و با کمال میل ازشون حمایت میکنم، احساس میکنم که ما نیاز به کسانی داریم که بیان با نگاهی بلند، با نگاهی دینی متعهدانه، با نگاهی ایرانی و اسلامی، مورد قبول گروه های مختلف، این پارادوکس ها رو، این تناقض نماها رو، این دوگانگی ها رو دیگه از پیش پای نظام جمهوری اسلامی ایران و مدیران فرهنگی برداریم. وقتی هم اگه برای کارشناسان در نظر بگیریم. بله، چشم. در حال بگذاریم از نظرات دوستانم بیشتر استفاده کنیم. دو تا نکته دیگر هم اگر به سرعت عرض بکنم. مسائل معیشتی اهالی فرهنگ و هنر خوب بسیار آزاردهنده است. اهالی فرهنگ و هنر امروز وقتی دارن کار میکنن، هنرمندی که امروز نمایش اجرا میکنه کار داره، فردا که نمایش تمام شد میشه بیکار. در تمام دنیا راههایی پیدا کردن برای این دوران بیکاری، دوران فترت. باید فکر کرد اینا اراده های ملی میخواد. و از اون طرف ما به هر حال در ایران به دلیل اینکه من معتقدم همه نهادهای مختلف در عرصه فرهنگ و هنر کار کنن، تلاش کنن، هیچ مانعی نداره، خیلی هم عالیه، ما ظرفیتشو داریم، ولی این نهادها باید همدیگر رو تقویت کنن. نورها جمله یار یکدیگرن، نورها به هم اضافه میشن، هم افزایی دارن، ولی در بسیاری از موارد، در بسیاری از دوران‌ها، نهادهای مختلفی که با نگاه‌های متفاوت در عرصه فرهنگ و هنر فعالاً همدیگر رو خنثا می‌کنن. من همیشه آرزو می‌کردم کسانی بیان با اقتدار، با قدرت، یک اجماع، یک وفاق در بین این نهادهایی که همه با عشق و علاقه دارن کار می‌کنن فراهم بکنن. و انشاءالله نکته آخر این که جامعه هنری ما نیاز به امنیت داره. من کاندیدای مورد علاقه بنده، یکی از نقاط قوتش برای اهالی فرهنگ همین اینی که سابقه امنیتی داره. ما بچه های فرهنگ و هنرمون نیاز به امنیت دارن، امنیت در همه چیز، امنیت در مجوزهایی که برشون صادر میشه. یک هنرمند باید بدونه که پشتش به هر حال افراد مقتدری هستن که از مجوزهای خودشون دفاع میکنن و این همه بحران ها درست نمیشه. به هر حال موارد فراوانی هست در عرصه های مختلف آموزش و پرورش، من یادداشت کرده بودم آموزش عالی میگذرم. به هر حال ما در این نظام جمهوری اسلامی ایران که نقطه قوتش فرهنگ و هنره، به سن پختگی رسیده، به سن 50 سالگی رسیده. خوشبختانه ما موفقیت های فراوان و فراوانی داشتیم در بسیاری از عرصه ها. انقلاب اسلامی ایران رنسانس فرهنگ و هنره. در موسیقی سنتی قطعا همینجوره، در سینما قطعا همینجوره، در هنرهای نمایشی همینجوره. خب الان به این دورانی رسیدیم که باید این تناقض ها رو، این مشکلات رو از بین ببریم، این گره ها رو باز کنیم و راه رو باز کنیم برای خلاقیت. من مطمئنم ایرانی ها میتونن با زبان فرهنگ و هنر با همه جهان بدون لکنت و با صراحت و به زیبایی سخن بگن. تشکر میکنم. خیلی متشکر. آقای دکتر مستقیم صحبت نمیفرد. ما در خدمت میکنم. خیلی متشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی و جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی. 15 دقیقه از 20 دقیقه پیش بینی شده گذشت. جناب پور محمدی ترجیح دادند که 5 دقیقه وقت باقی مانده با شتاب بیشتری اختصاص پیدا کنه به کارشناسان محترم و وارد مباحث کارشناسی بشیم. خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر اسفندیاری خواهش میکنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، جناب آقای پور محمدی و همراهانشون و شما جناب آقای خسروی. سوال من سوال تشریحی است. اگر که از وقت 4 دقیقه هم در بخش اول یک کمی اضافه رفتم، از وقت دوم من کم کنید، چون نه از وقت من سوال مهمی است. از این 5 دقیقه تقسیم کنید استفاده کنید. آقای پور محمدی هم شاید دیگه پیدا نکنیم این سوالو بخوایم ازشون بپرسیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. جناب آقای پور محمدی، حضور شما در این انتخابات یک سوالی رو به ذهن من آورد که من فقط به عنوان سوال مطرح میکنم، شخصا قضاوتی در پاسخ ندارم. فکر میکنم جناب عالی با سوابقی که دارید و تجربه حضور در دولت‌های گوناگون بیشترین شایستگی رو داشته باشید برای پاسخ به این سوال. فقط مثال‌هایی میزنم که در پاسخ بتوانید جامع و کامل جواب دهید. تجربه 3-4 دولت گذشته رو که ما مرور میکنیم، میبینیم که برخی از چالش‌های مهم اجتماعی و فرهنگی در دولت‌های مختلف پدید اومده که گاهی اوقات بسیاری از دستاوردها و خدمات اون دولت‌ها رو زیر سوال برده و
نسل‌هایی از در واقع هواداران و علاقمندان اون دولت‌ها رو از فرصت حضور و خدمت در جامعه تحت تأثیر اون بحران‌ها و چالش‌ها محروم کرده، گاهی متأسفانه آواره کشورهای مختلف شدن، گاهی در داخل منزوی شدن. سوال مشخص من از جناب عالی اینه، ارزیابی شما از حضور چهره ها و عناصر امنیتی در ساحت فرهنگ و سیاست در دولت های سه دهه گذشته چیست؟ ما در دولت اصلاحات که قرار بود گره گشایی کنه به حل و کمک کنه به حل برخی از مشکلات و فضای جامعه رو تغییر بده، با بحران‌ها و چالش‌هایی مواجه شدیم به واسطه حضور برخی از عناصر امنیتی در سطوح عالی دولت که فضای سیاسی رو با جنگ امنیتی گویی اشتباه گرفته بودند و امر اصلاحات رو با فتح سنگر به سنگر قدرت تعبیر کردند، روزنامه رو به توپخانه تبدیل کردند و شد آنچه که شد. در دولت بعدی، حالا اسمشو مهرورز بذاریم، عدالت بذاریم، افرادی باز چهره های امنیتی نزدیک به رئیس جمهور، شما هم خب در اون دوره حضور داشتید، علارغم بسیاری از اتفاقات خوبی که افتاد فضای تقابل و تنش رو در سطوح عالی کشور بین مقامات عالی کشور ایجاد کردند که به جاهای بسیار بحرانی کشید و هزینه ها و عوارض بسیار زیادی رو به همراه داشت. در سال 88 که حالا بگذاریم که نقش برخی از عناصر امنیتی در فضای انتخاباتی و اون بحران‌ها و تنش‌هایی که پدید آمد، حتی در دولت گذشته که باز جناب عالی حضور داشتید، ما شاهد بودیم برخی عناصر امنیتی در فضای فرهنگی و سیاسی و حتی در موضوعات بسیار حیاتی که به منافع ملی و در واقع امنیت فرهنگی ما مربوطه ورود پیدا کردن و متاسفانه عوارضش برخی ناامنی‌های فرهنگی شد. در موضوع فضای مجازی در واقع شاهد بودیم در فروردین 1400 رهبر معظم انقلاب در سخنانشون با عتاب نسبت به مسئولین دولت وقت سخن گفتند که برخی افتخارشون این شده که فضای مجازی رو ول کنند. و خب سوال بود که این توسط چه کسانی اتفاق افتاد؟ توسط کسانی که قاعدتاً باید امنیت فرهنگی جامعه رو تضمین می‌کردند. ما در دولت قبل شاهد بودیم در حالی که یک عنصر فرهنگی برای تولید یک فیلم یا یک دانشجو برای تولید یک فیلم باید مراحل مختلف اخذ مجوز رو طی می‌کرد، ناگهان به چند شرکت که هیچ اهلیت و سابقه فرهنگی نداشتند و صرفاً پول بسیار زیاد بادآورده داشتند که حالا کار نداریم که در چه تعاملات این پول‌ها به دست آمده بود، ناگهان مجوز داده شد که هر چه که می‌خواهند بدون هر گونه نظارت، قبل از آن که زیرساخت‌های لازم برای نظارت و تنظیمگری فراهم باشد، با رقم‌های چند هزار میلیاردی، چند برابر کل تولیدات وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما محصولات فرهنگی تولید بکنند و بدون هیچ مجوزی تولید کنند و بدون هیچ مجوزی پخش بکنند. آیا بدون پشتوانه برخی از چهره‌های امنیتی چنین کاری امکان پذیر بود؟ آیا به صلاح که چهره‌های امنیتی بیان ورود کنند و مناسبات مدیریت فرهنگی رو به هم بزنند؟ آیا اون مدیری که در وزارت ارشاد نشسته وقتی چنین به هم ریختگی رو در فضای مدیریتی فرهنگی می‌بینه دیگه می‌تونه به کارش ادامه بده؟ آیا در صدا و سیما آن کسانی که قبلا تولید می‌کردند، همکاری می‌کردند، وقتی با چند برابر قیمت و دستمزدهای گزاف که بعضن از پول‌های در واقع آلوده و پول‌های کثیف و برخی اختلاس‌ها بعداً مشخص شد منشأش بوده، هنرمندان ما رو آلوده کردند برای اینکه سراغ صدا و سیما نیان، برای اینکه حدود 7 دقیقه تا الان ارتباطشون، ارتباط فرهنگیشون با حاکمیت قطع بشه، آیا اینها ایجاد ناامنی فرهنگی نبود؟
در پایان دولت قبل در کمال شگفتی ما شاهد بودیم وزیر محترم اطلاعات در گزارش عملکردشون یک کاغذی از جیبشون درآوردن و اسم 20 فیلم سینمایی که تولید کرده بودن رو به عنوان گزارش کار ارائه کردن. این کار همونقدر خنده داره که وزیر ارشاد در پایان عملکردش بیاد گزارش تعداد جاسوس‌هایی رو که گرفته بده. آیا این پخش شدن توان و قوای نیروهای امنیتی در عرصه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که حالا در یه دوره اقتصادی ظاهراً جمع شد به تدبیر رهبر معظم انقلاب، توان خدمتگذاری اونها در عرصه اصلی وظیفه‌شون که حفظ امنیت جامعه هست رو کمرنگ نمی‌کنه؟ آیا این دلیل این نیست که ما شاهدیم که دشمن میاد تق و تق در تهران ترور می‌کنه؟ آیا این دلیل این نیست که ما شاهدیم که فسادهای بزرگ در دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افته و اون کسانی که باید مراقبت و نظارت کنن به وظیفه‌شون درست نمی‌تونن عمل کنن؟ آیا این دلیل این نیست که ما شاهد نفوذ در برخی عرصه‌های سطح بالا هستیم و اون کسانی که باید مراقبت کنن مراقبت نکردن؟ در کل آیا این حضور مردان امنیت در عرصه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو به نفع مصالح ملی میدونین به شکل مستقیمش، وظایف نظارتیشون که به جای خود، یا خیر؟ خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای پور محمدی. بله، خیلی ممنون. شما کیفرخواست علیه نظام امنیتی کشور صادر کردید. نمیدونم منظورتون چی از این بیانات. اینکه آدمای مختلفی در عرصه‌های مختلف حضور دارن، اشتباه دارن، غلط دارن، خطا میکنند، گرایش های مختلف دارند. این که نمیشه یک پارچه شما همه مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور رو اینجور رقم بزنید. فکر میکنم قضاوتتون یه خورده غیر واقع بینانه است. این که خب عناصر هستند در حوزه های مختلف توانایی دارند، برای رأی میارند، سابقه امنیتی دارند، سابقه سیاسی دارند، سابقه اقتصادی دارند، سابقه نظامی دارند. پس با نظامی هم الان شما همین تعبیر بکنید، کلی هم نظامی تو همه چی هستند. من فقط سوال کردم. نه میدونم. نه میدونم. خب بله دیگه، میخوایم تکلیفون از اینجا شما سوال کردیم، میخوایم بحث کنیم کارشناسی. خود وقتم دادیم که همین سوالو مطرح بفرمایید. من فکر نمیکنم حالا این بحث بس فرهنگی بود، بیشتر سیاسی بود. اثرات شما تو عرصه فرهنگ رو میبینید؟ حالا همه جا تأثیر خودشو میگذاره. ببینید اینجور قضاوت نکنیم. افرادی با نفوذ و اقتدار امنیتی یا نظامی یا اقتدار سیاسی حوزه فرهنگ رو تحت تأثیر بگذارند، عرصه فرهنگ رو تنگ بکنند. مگر با قدرت اقتصادی نمیشه عرصه فرهنگ رو تنگ کرد؟ خوشو مثال زدید چون ربطی داده به دستگاه امنیتی. پشتش اونا بودن. اجازه بدید آقای اسفندیار عذرخواهی میکنم، چون جناب عالی خیلی متول سوال فرمودید. بله. به قدر مبسوط امکان پاسخگویی برای آقای پور محمدی باقی بمونه. بله. متشکرم. اگه جلسه که رخواست و دادگاه که نیست که یه عمری شما محاکمه کردید، یه بارم ما محاکمه کنیم. خیلی خوبه. اشکالی داره. استدعا میکنم آقای اسفندیاری. وقت رو آزاد بگذاریم جناب آقای اسفندیاری. وقت رو آزاد بذاریم. شما یک کیفرخواست طولانی علیه دولت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف صادر کردید. کار خوبی هم کردید. به سوالتون احترام میذارم و حتما هم فکر میکنم نیاز به پاسخ داره. و حتما هم جامعه ما طالب شنیدن پاسخ هاست. به هر حال مردان تأثیرگذار در عرصه اجتماعی یا نظامیانند یا سیاستمدارانند یا نیروهایی که تجربه امنیتی دارند یا اقتصادیان و فعالان عرصه اقتصادی هستند یا متخصصین دانشگاهی هستند. اینا بسترهای فعالیت انسان هاست در حوزه‌های مختلف. وقتی تو مدیریت عمومی میان، مدیریتشون تعیین کننده است و رویکردهایی که مورد قبول عامه قرار میگیره تو دنیا، بسیار رهبران بزرگ دنیا نظام سابقه نظامی دارن، سابقه امنیتی دارن. همین امروز چقدر میخواید مثال براتون بزنم؟ سابقه اقتصادی دارن، چون حالا امنیتیان
فضا رو امنیتی میکنن. همین حرفای شما رو وقتی خواستم وزیر کشور بشم به من اینا رو گفتن تو مجلس رأی اعتمادم. موفق ترین وزیر کشور رو که رویکرد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدنی داشت به گواه تمام صاحب نظران دوره بنده است. شاهدش هم ایشون که فرهنگی ترین اجتماعی ترین عنصر رو آوردم به وزارت کشور دعوت کردم و تو بخش‌های مختلف بهترین عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو که اصلاً زاویه هم داشتن، هیچ سابقه امنیتی هم نداشتن به کار گرفتیم. حالا چون کسی سابقه امنیتی مثلا داشته در یه دوره تو جنگ کار نظامی یا کار امنیتی کرده دیگه از همه فعالیت‌های اجتماعی باید محروم بشه. این قضاوت یه خورده به نظر من قضاوت محدودیه، نیازمند به توضیح بیشتری به نظر من داره. من با شما هم عقیده هم در این که اجازه ندیم تفکر نظامی، تفکر امنیتی سایه بر حوزه فرهنگ و هنر بیاندازه، همینطوری که تفکر سیاسی و جناحی، همینطور که نگاه اقتصادی و سوداوری فقط حوزه فرهنگ و هنر رو اداره بکنه. اجازه بدیم هنر و فرهنگ بالندگی خودشو داشته باشه، هنر و فرهنگ جاذبه خودشو داشته باشه، هنر و فرهنگ مردان و زنان شایسته خودشو بیاره. نظامی ها کمک کنند، امنیتی ها کمک کنند، سیاسی ها کمک کنند، اقتصادی ها کمک کنند، همه بیان کمک کنند تا عرصه فرهنگ و هنر ارتقا بده. در این جهت با شما شریکم. اگر در دورانهای خطا شده حتما باید جلوشو بگیریم، ما هم محکوم میکنیم، حتما این کار رو باید بکنیم. ولی الان شما فکر کنید من مؤسسات انتشاراتی رو، مؤسسات هنری رو، مؤسسات فیلمسازی رو، مؤسسات نمیدونم که تولید کتاب رو بشمارم که چقدرش به چه حوزه‌ای ارتباط داره؟ پشتوانه بودجش کیه؟ آیا اینا مثلا عیبه؟ آیا عیبه چرا شما الان و چرا اینا رو چی مثال نزدید؟ و بعد چطور حوزه‌هایی که کار فرهنگ میکنن رقیب میشن با صدا سیما و جای دیگه؟ عیبه؟ هنر فقط در انحصار صدا سیما باید باشه؟ فرهنگ فقط دست یه عده سیاسی باید باشه؟ دست یه عده نظامی و امنیتی باید باشه؟ همینه که مشکل کشوره. چرا شما اجازه نمیدید بخش خصوصی تو هنر و فرهنگ جدی عمل بکنه؟ چرا اینقدر میبندید؟ هی بخواید سلطه ایجاد بکنید. من به مراقبت ها و نظارت ها اعتقاد دارم، به شاخص گذاری ها اعتقاد دارم، ولی انحصار اجازه نمیدیم، نباید بدیم. انحصار منشأ فساده. شما به من میگید فساد؟ انحصار اصلی ترین عنصر فساده. جلوگیری از رقابت بدترین عنصری است برای کاهش نفوذ و ارتقای یک بستر کاری، چه تو هنر باشه چه تو فرهنگ باشه. انسان ها آزاد باید باشند، فکر کنند، رویش داشته باشند، ابتکار و خلاقیات داشته باشند، بهشون احترام بذاریم، ظرفیت های خودشون بیارن. اینکه یه عده پولدار ثروتمند تو عرصه هنر سرمایهشون بیارن عیبه؟ من نمیفهمم. اینکه یه عده انسان مال و داراییشون رو بیارن تو هنر، این مذمومه؟ چرا مذمومه؟ برن کاسبی های سوداور و نمیدونم راند های مختلفی داشته باشن، نه یعنی کار هنری بکنن چون پول دارن، چون رقیب صدا سیما میشن. با این هزینه های سرسام‌آوری که نیاز دارید شما تو صدا سیما با بودجه دولتی میتونیم اداره بکنیم. من متاسفم از این نگاه و فکر میکنم همین نگاهی که مشکلات امروز فرهنگ و هنری در کشور ما ایجاد کرده. و حتما من اگر بیام این عرصه رو به قدرت تغییر خواهم داد و انقلاب رو در این جهت ارتقا خواهم داد، فرهنگ اسلامی رو اوج خواهم داد، نگاه هوشمندانه انقلاب اسلامی در عرصه هنر و فرهنگ رو به شکوفایی بیشتری خواهم رسوند. اسلام اجازه نمیده این انحصارات و عدم رقابت ها و این تنگ نظری ها برش حاکم بشه. عذر میخوام، نمیخواستم وارد این نوع گفتگو بشم، ولی خب خواهش میکنم یک دور مرور بفرمایید این بیان 8 دقیقه خودتون رو و ببینید چه نگاه و روی کردی رو در این جهت ایجاد کردید. البته معتقدم که حرف جدی است شما زدید، مشکل جدی است امروز در کشور داریم، نیاز به توضیح زیادی داره و حتما باید ما بریم دنبال حلش بریم و به شما و همه کارشناسان عرصه هنر احترام بگذاریم، نگاه‌های متفاوتتون رو قبول بکنیم،
با هم بنشینیم با گفتگوی جدی به یک توافق و تفاهم برای اطلاع فرهنگی و هنریمون با نگاه اسلامی و ایرانی و با نگاه انقلابی انشالله به نتیجه برسونیم. ببخشید. خیلی متشکرم. 7 دقیقه اگر تا... به من وقت دادی تو دوره بعد من باز ادامه میتونم بدم. آقای اسفندری میکروفونتون بسته است. من عذرخواهی میکنم چون مبادله موضوع فرایند گفتگو رو گاهی به بیراهه میبره. جهت استحضارتون 7 دقیقه تا هنگام اذان مغرب به افق تهران داریم. کارشناس بعد جناب دکتر حسین انتظامی هستند. من از محضر ایشون 2 خواهش دارم. خواهش اولم این است که یک پرسش مطرح کنید که جناب آقای پور محمدی هم فرصت داشته باشن تا قبل از اذان پاسخ بدن، ما بقیه پرسش و پاسخ رو موکول کنیم به بعد. خواهش دومم هم از جناب عالی است، هم از خانم دکتر یاوری، هم از جناب آقای دکتر اسفندیاری که در موضوع سوال بفرمایید. ما میزگرد فرهنگی هستیم. سوال آقای دکتر اسفندیاری گاهی شانه به شانه فرهنگ میزد، اما گاهی هم بیشتر موضوع غیر فرهنگی به نظر می آمد. صدا می کنم. فرهنگی، اجتماعی، آموزش. بله. اجازه است. صدا می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. خدمت جناب عالی هم سلام عرض می کنم مجدد و مشاوران و همراهان محترمتون. نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم، موسی خیابانی نفر دوم سازمان منافقین در پاییز 1360 و 2-3 ماه قبل از اینکه کشته بشه یه نوار 4-5 ساعته رو پر کرد و برای خانه های تیمی و کادر فرستادن، چون کادر مسئله دار شده بود که چرا از فاز سیاسی وارد فاز نظامی شدیم و او توضیح میده اونجا و دلایلش رو اینا رو میگه. من با اون قسمت کاری ندارم. نکته ای که او میگه که خودتون رو دست کم نگیرید، شما در چند ماه گذشته، یعنی منظورش از آخر خرداد 1360 تا اون پاییز که اون نوار رو پر کرده، کارهای بزرگی کردید. شما مسئله حل کن‌های خمینی رو زدید. من روی این عبارت مسئله حل کن میخوام متمرکز بشم. از قضا رئیس جمهور حاج آقا باید یک شخصیت اجماع ساز و مسئله حل کن باشه. اشتباهی یا مغالطه هست، فکر میکنن یک آدم اجرایی حتما رئیس جمهور خوبم میشه، در حالی که رئیس جمهور باید یک زمینه اجماع سازی داشته باشه تا بتونه مسائل رو حل کنه. ما چند تا مسئله بزرگ در کشور داریم، بعضیش به حوزه ما مربوط نیست، مثلا فرض کنید تحریم. البته اینها با همدیگه قاعدتا روابط دیالکتیکی دارن و به همافزایی هم مشغول هستن. آن چیزی که به حوزه ما مربوط میشه آسیب‌های اجتماعی است و در واقع بهتر بگم سرمایه اجتماعی، چون در سایه سرمایه اجتماعی است که خود به خود آسیب‌های اجتماعی و انحرافات اجتماعی کنترل میشه. جناب عالی در باره سرمایه اجتماعی چه کار میخواید بکنید که این فراقی که حاصل شده، این واگرایی که حاصل شده، بخشی از مردم گله هایی دارند، بخشم به عمل کرده دولت ها برمیگرده یا بخش های دیگر نظام، چه کار میخواید بکنید که این مسئله بهبود پیدا کنه؟ آقای دکتر انتظامی خیلی متشکرم به خاطر رعایت اجمال در بیان پرسش. 4 دقیقه تا هنگام اذان وقت داریم. بفرمایید. صدا میکنم. خب خیلی ممنون. واقعا به مسئله بسیار جدی که الان برای همه ما یک مسئله اساسی است اشاره فرمودن آقای دکتر انتظامی. ببینید، هر جامعه برای توفیق و دسترسی به اهدافش یکی بستر مناسب میخواد. این بستر مناسب تفکر موجود تو اون جامعه است، روحیات اجتماعی است، گرایش هاست، رغبت اجتماعی است و جذابیت ها و مزیت ها که تو بستر اجتماعی باید وجود داشته باشه تا حرکت بشه، ایجاد بشه. خب عنصر محرک چیه؟ عنصر محرک راهبران اجتماعی هستند. اگر یک جامعه از راهبران خوب برخوردار شد، میتونه مزیت ها و توانایی ها رو بسیج کنه. اون چیزی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، ما جامعهمون خیلی ظرفیت داشت اما راهبر نداشتیم. وقتی راهبر آمد و امام آمد میدون،
توانست این ظرفیت ها رو بسیج کنه، به خدمت بگیره، به سمت اهداف به سرعت هدایت بکنه. امام هم که تنها نبود، یک فرد که نمیتونه این قدرت رو ایجاد کنه، همون که اون معدوم موسی خیابانی گفت، او افرادشون که مسئله حل کنها رو، اونهایی که میتونستند موضوعات مختلف و مسائل مختلف رو اولا خوب تحلیل کنند، راهکار خوب براش انتخاب کنند و در کمک رهبری کشور و نظام اون موقع حضرت امام بتونن جامعه رو هدایت کنن. اومدن دقیقا نشانه گیری کردن پی در پی این عناصر که قوام بخش جامعه بودن، مسئله شناس بودن، آدمای راهیاب بودند، هموار کننده بستر رشد و حرکت بودند در خدمت امام، اینا رو تندونه زدند. ببینید یکی از مشکلات امروز کشور ما خیلی ظرفیت هامون از بین بردیم تو این جنگ و جدال های سیاسی. عذرخواهی میکنم 2 دقیقه وقت بله. داریم. این کشمکش های ناهنجار جناحی و سیاسی، این تهمت زدن ها، بدبینی ها، نگرانی، پراکنی ها، بد و حس بد نسبت به هم داشتن، تردید های زیاد، اینکه کجا خط گرفته، چجور اینجور فکر میکنه، منظورش چی بود از این حرف، اینها همون سمیست که افرادی که باید میدوندار باشند، مسئله شناس باشند، با هم همافزا باشند و کار جلو برند. منافقین ترور فیزیکی کردن، ما ترور شخصیتی میکنیم، ترور حیثیت میکنیم، دونه دونه میگیم اون آدم که گرایشش اونه، اون که جناحیه، اونی که رفته خارج از کشور، اون که تیپ امنیتیه، اون که نظامیه، اون که یه خورده دنبال ثروته، اون که با فلانیا کار داره. خب 30 ثانیه وقت. بله ببینید، من میخوام بگم که آقای دکتر انتظامی برای مسئله حل کنی نیروهای توانمند خوشفکر ولی دل بسته به ایران و همراه و هماهنگ و به هم اعتماد داشته باشن. من در برنامه هم گفتم امروز به اعجاز اعتماد برای حل مشکلات داخلی نیاز داریم. مسئله حل کنی اعتماد ملی میخواد، اعتماد فراگیر اجتماعی میخواد. سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم، ما به هنگام اذان مغرب به افق تهران رسیدیم در حضور نامزد محترم، مشاوران ایشان و کارشناسان ارجمند. بعد از پخش اذان انشاءالله گفتگوها رو ادامه خواهیم داد. متشکرم بخشنده بخشایشگر، طاعتتون قبول باشه. به ادامه میزگرد پنجم تخصصی در حوزه فرهنگ میپردازیم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی، نامزد محترم 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، که به اتفاق 2 تن از مشاورین محترمشون جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی و جناب آقای دکتر عبدالمهدی مستکین در استودیو حاضر هستند و این سو هم سرکار خانم دکتر الهام یاوری، جناب آقای دکتر حسین انتظامی و جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری حضور دارند. آقای دکتر حسین انتظامی پیش از رسیدن به هنگام اذان مغرب در موضوع حفظ سرمایه های اجتماعی پرسشی مطرح فرمودند که جناب آقای پور محمدی مشغول پاسخگویی بودند. خواهش میکنم. بله، سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان. ببینید، سرمایه اجتماعی رکن موفقیت هر جامعه است. یعنی چی؟ یعنی تمام ظرفیت‌های اجتماعی رو در خدمت اهداف پیش بردن. ما باید امکان این بکارگیری این سرمایه اجتماعی رو داشته باشیم. سرمایه اجتماعی کی به دست میاد؟ وقتی که اعتماد داشته باشه، امید داشته باشه، احساس خوب داشته باشه و دلبسته باشه. امروز آسیب دیده این سرمایه اجتماعی، ایش گریز از مرکز پیدا کرده، افتراق‌هایی در این نگاه و رویکرد ایجاد شده. خیلی از جوانا دلبستگی با مسائل کلی کشور و جامعه ندارند. خیلی از دختران ما، زنان ما احساس افتراق و جدایی میکنند. بسیار دانشگاهی های ما احساس خوبی در جهت حضورشون تو مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی زندگی و معاش ندارن. این تفکر
به هر حال آزاردهنده مهاجرت بسیاری از خانواده‌ها و پدر مادرها رو داره آزار میده. توزیع اقتصادی، فعالان اقتصادی که میتونن موتور محرکه اقتصاد کشور باشن، تو هنرمندان هم همینجور که میتونن شادی بیارن، نشاط بیارن، دلبستگی و رغبت بیارن، احساسات خوب رو در جامعه بپراکنند، دل خوشبینانه و گرمی از جهت این که میتونن کارهاشون انجام بدن، به هدفهاشون برسن، میتونن اون وظیفه و رسالتی که به دوش خودشون احساس میکنن انجام بدن، این حس ایجاد نشده و این افتراق سرمایه اجتماعی رو ما رو به شدت کاهش داده. مدیریت امروز در دولت آینده هنرش باید این باشه که قدرت اجماع سازی، هماهنگ سازی، همافزایی و تجمیع این ظرفیت ها رو داشته باشه. ما باید بپذیریم جامعه‌مون با هم اختلاف داره. ما باید بپذیریم همه مثل هم فکر نمی کنیم. باید بپذیریم سلیقه هامون مختلفه. باید بپذیریم ظرفیت هامون متفاوته. باید بپذیریم که نیاز هامون متفاوته. یه نقطه های مشترکی باید گیر بیاریم. همه جوامع هم همینجورن. مگه همه جوامع یه جور فکر میکنن، یه سلیقه دارن، یه نقاط مشترکی به دست میارن، اون نقطه مشترک و مبدأ حرکت خودشون قرار میدن. بله بفرمایید. با اجازتون میخوام یه مقدار صریح‌تر عرض بکنم. ما وقتی میگیم سرمایه اجتماعی مسئله است، خب مستحضرید که سرمایه اجتماعی سه تا رکن یا سه تا پایه داره: اعتماد حکومت به مردم، اعتماد مردم به حکومت و اعتماد مردم به هم دیگه. حتی متخصصان معتقدن که این با اتفاقا اعتماد حکومت به مردم شروع میشه و بعد اون دو تای دیگه اتفاق میفته و اون دو تا اتفاق افتاد، خود به خود اعتماد مردم به مردم هم جلب میشه. و الان عرض کردم یک مسئله مهم ملی ماست این ماجرا. شما اگر و عرض کردم که باید اولا اینا آسیب شناسی بشه، دلایلش چی هستش، اما اجمالا ما به عنوان یک خبر با این مواجه هستیم که مردم از ما دلخور هستند که قاعدتا ناشی از عملکرد ما بوده. من پرسش مشخصم اینه که شما اگر رئیس جمهور شدید اجازه میدید وزارت کشورتون سردمدار مثلا گشت ارشاد باشه، این تضییقات رو ادامه بده یا نه؟ ببینید، چون خودتون هم سابقه وزارت کشور دارید. فرهنگ نه رشدش، نه کنترلش، نه مدیریتش کف خیابون نیست. مقولات اجتماعی اگر گذاشتیم همه بسترهاشو بدون توجه، بدون مدیریت، بدون آموزش لازم، بدون ساخت و ساز مناسب رها بشه و بعد وقتی در محل بروز و ظهور کف خیابون پیدا شد اونجا خواستیم حل بکنیم، بعد بدون ناموفقیم. هیچ جامعه در مسابقه بین مجرمین و پلیس موفق نمیشه، نباید مجرم تولید بشه. هیچ جامعه در مسابقه مریضی و بیماری و پزشک، پزشکان پیروز نمیشن، باید از قبل بهداشت رعایت بشه. هیچ جامعه‌ای که می‌خوایم ازش ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ببینیم، اگر در مقابل ناهنجاری‌ها بخواد مسابقه بده، بدون اون پیشینه حتماً شکست خواهد خورد. باید از قبل، از تو خونه، از تو کودکستان، مهد کودک، مدرسه، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، محیط‌های فرهنگی شکل بگیره. ما اونا رها میکنیم، کم توجهی میکنیم، بعد میام کف خیابون میخوایم مشکل حل بکنیم. خب کف خیابون جای احترامه، جای انضباطه، جای حرمت گذاری اجتماعیه، جای بزن به کوب و بگیر به بند نیست. این اشتباه نتونستیم و نمیتونیم، نشون داده، تجربه ما هم نشون داده. و نگاه امنیتیه، حالا من اصلا اون موقعیت امنیتیم استفاده میکنم، تجربه های امنیتی ما میگه امنیت موفق اینه که کارگزار امنیتی بسترهای تولید ناامنی رو خوب بفهمه. آره اتفاقا من میگم مدیر امنیتی باید حواسش به حوزه فرهنگم باشه، به حوزه اقتصادم باشه. او زود میتونه بفهمه گلوگاه های انحراف رو، زاویه پیدا کردن رو،
به مدیران فرهنگی بگه آقا حواستون باشه این بازتاب امنیتی کف خیابون پیدا میکنه، از همین جلوشو بگیرید. تو حوزه اقتصادی اتفاقا تذکر بده. این اصلا یکی از وظایف دستگاه امنیتی است. چون بالاخره ما باید سوال بکنیم. بله بله درست بفرمایید. با عرض پوزش از هنوز وقتتون باقی است، خواهش می‌کنم بفرمایید. خانم دکتر بفرمایید، من باز بحث می‌کنم. خواهش می‌کنم. من بفرمایید. خانم دکتر یاوری بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و تبریک ایام خدمت همه ملت بزرگ ایران و همینطور حضور در جلسه دارم و برای ایران عزیز آرزوی موفقیت و سربلندی روز افزون رو دارم. بدون شک آموزش و پرورش یکی از استوانه های مهم فرهنگ، چه به مفهوم وزارت خونه ای خودش و چه به مفهوم عام‌تر تعلیم و تربیت که ارکان و اجزای دیگری هم داره. یکی از دغدغه های اخیر دلسوزان فرهنگی این افتی هست که در کیفیت آموزش و پرورش دولتی به خصوص در دهه 90 اتفاق افتاده و برخی از شاخص های بین المللی هم تاییدش میکنه. این نگرانی اینقدر پیش رفته که علاوه بر مردم، خانواده ها و همکاران بسیار دلسوز و ارزشمند فرهنگی، رهبری معظم هم در اردیبهشت ماه سال گذشته نسبت بهش هشدار دادن و ابراز نگرانی کردن و آموزش پرورش رو فرا خوندن به اینکه تعلیم تربیت دولتی رو ارتقا بده. فکر میکنید چه عواملی در این ضعف آموزش پرورش دولتی مؤثر هست و چه پیشنهادهایی دارید برای اینکه این اتفاق رو بتونیم لاقل مسیرش رو و روندش رو تغییر بدیم؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنون. سوال جدی است. رشد آموزشی و تربیتی در گرو همکاری صمیمانه و هوشمندانه دولت، حوزه کارگزاری آموزش مثل آموزش پرورش، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و خانواده هاست. همدیگر رو باید قبول داشته باشند، برنامه همدیگر رو از هم مطلع باشند، امیدوار باشند و خوشبین باشند که این برنامه ها نتیجه بخشه و بعد همکاری با هم بکنند. ما الان خیلی وقتا خانواده هامون به نظام آموزشی اعتماد کافی ندارن. کافیه یه خورده امکانات مادی داشته باشن، میرن مدرسه غیر انتفاعی یا آموزشی اختصاصی یا برنامه‌های جانبی، به خاطر اینکه اعتماد ندارن. دولت به خاطر گرفتاری‌هایی که زیادی که داره، از طرفی تصدی رو به عهده خودش میخواد بگیره، چون میگه تصدیگری کار دولت‌های ماست، هم میخواد صاحب اختیار باشه، تدبیر کنه، تصمیم بگیره، اعمال نفوذ کنه، ولی ابزار لازمشو نداره، چون نمیشه همه کار رو در اختیار گرفت بدون ابزار کارآمد. حالا بخشی از این ابزار کارآمد کیان؟ کارگزار آموزشی، معلمای ما، مدیرای ما. خب وقتی تو نظام مدیریتی قرار میگیریم، بعض وقتا مسئولین آموزش پرورش تربیتی میذاریم که جامعه آموزشی قبولشون نداره. اینا سابقه ندارن، اینا تجربه ندارن. چجور میخوان مثلا تو آموزش پرورش 800,000، 900,000، 1,000,000، 1,200,000 آموزگار رو هدایت بکنند؟ خب جامعه خیلی بزرگیه. بعد از اون طرف نیازهای اینا رو نمیتونیم تأمین بکنیم. یک معلمی که میبینه از یه موقع برای کاست کمبود نیاز مادیش باید بره مثلا تو اسنپ توی فعالیت‌های جانبی کار کنه، یا لباسش لباس جالبی نیست، بعضی دانش آموزاش مسخره میکنن کفشش، آرایشش، ماشینش، خب این معلمون شخصیت لازم و حیثیت لازم نداره که بچه‌ها رو آموزش بده، بچه ما رو تربیت کنه. این یه زنجیره است. این زنجیره خیلی عوامل نیاز داره تا شما محصول خوب آموزشی و تربیتی بگیرید. من یکی از بسترهای عمومیش قبلا عرض کردم، اعتماد. ما همچنان به اعجاز زمینی اعتماد باید رو بیاریم. خانواده باید دل ببنده به تربیت بچه و آموزش بچه و همکاری بکنه، و دولت از تصدیگری فعالیت خودشو کاهش بده، به آموزگاران اعتماد کنه، نظام آموزشی رو دربسته و یک نظام دستوری
و مشابه به همه حوزه‌ها دستور نده. بچه‌های ما تو کردستان، تو سیستان بلوچستان، تو آذربایجان، تو جنوب شاید شرایط مختلفی بتونن، آموزگارای ما بتونن نوع تربیتی و آموزشی متفاوتی ارائه بدن، ولی ما یه نظام بسته آموزشی از قبل از انقلاب داشتیم، همونو نگه داشتیم ادامه دادیم. ما اصلا قدرت ابتکار، خلاقیت، مدیریت‌های متناسب با محیط ندادیم. توی قانون برنامه سوم قرار بود بخشی از فعالیت‌های تصدیگرانه دولت به حوزه مردمی و حداقل منطقه‌ای مثل استان واگذار بشه. یکیش آموزش پرورش بود، یکیش ورزش بود، موضوعات حوزه‌های مختلفی بود، ولی ما همچنین همه در اختیار دولت قرار دادیم و این که نقصای بزرگ ماست، حتما باید روش فوق‌العاده حرفه‌ای و جامع و از تجربه‌های جهانی هم استفاده کنیم. ببخشید، معمولا آموزش رو در کنار دفاع و بهداشت سه تا رکنی میدونن که امر حاکمیتی هستن و آخرین جاهایی هستن که در واقع واگذار میشن در همه نظام‌های حکومتی دنیا. چه کار کنیم که در این حال که اون تنوع رو ایجاد می‌کنیم، در حالی که اون اعتماد رو ایجاد می‌کنیم، در این حال امر حاکمیتی آسیب نبینه؟ ببینید دکتر، وقتتون خاتمه پیدا کرد، روز خواهی میکنم، بفرمایید. مهمترین موضوع حاکمیت امنیت، این دیگه اصلی ترین وظیفه یک حاکمیت ایجاد امنیته، ولی امروز تمام تئوری های امنیتی این رو میگه، امنیت بدون اتکا به ظرفیت مردم و جامعه امنیت پایدار و فراگیر نیست. حتی امنیت که اینقدر مهمه، شما نیروی مسلحت اگه پشوانه احساسات همراه و همگرای مردمی رو نداشته باشید، نیروی مسلح شما تو خط مقدم جبهه روحیه جنگیدن نداره، چون باید خیالش از خانوادهش، اطمینانش از زندگی مردمش و شهروندانش راحت بشه، پشتیبانی اونا رو پشت خود سر خودش داشته باشه. چرا میگیم ما موضوع بهداشت و آموزش امر حاکمیتیست؟ حاکمیت باید مدیریت بکنه، نظارت کنه، بسترسازی کنه، امکانات بده. آموزش مردمی ترینه، نه حاکمیتی. ما اشتباه فهمیدیم. بهداشت مردمیه، اجتماعیه، نه حاکمیتی. حاکمیت باید بستر ایجاد کنه، ظرفیت ها رو تقویت کنه، مدیریت نظارت بکنه، نه اینکه هی بیمارستان خودمون رئیس بیمارستان درست کنیم، همه سازمان ها، قراردادها، حتی داروخانه ها، حتی حوزه دارو. ما ظاهرا اشتباه گرفتیم حاکمیت رو، و این تکثیر حاکمیت و سرپنجه های حاکمیت در همه ارکان زندگی و اجزای زندگی اجتماعی غلطه. همینه که از اون کمبود داریم، کسری داریم و نمیتونیم اداره کنیم. 1 میلیون معلم در آموزش پرورش، یعنی 1 میلیون فکر، یعنی 1 میلیون تجربه. ما از این 1 میلیون فکر و تجربه کجا استفاده کردیم؟ 10 نفر تو وزارت خونه میشینیم، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر میگیم ما فقط میفهمیم، ما فقط تجربه داریم، ما میتونیم طراحی بکنیم، ما میتونیم بهتون خط بدیم. یعنی این همه معلم ما عرق ملی قوی، عرق دینی، عرق انقلابی، عرق ارزشی ندارن، فهم اجرایی، فهم آموزشی ندارن. تئوری های آموزشی جهانی داره اینو میگه، من نمیخوام فقط از مقولات داخلیمون عرض بکنم، تجربه های جهانی داره میگه. بسیار آموزشکده ها در دنیا مدیره حتی جزوه درسیش، موضوع درسیش رو به آموزگاران واگذار کردن. این تجربه های موفقه. از این جهت من فکر میکنم واقعا روی کردمون رو باید عوض کنیم. همه چی رو بردن سراغ حاکمیت، نتیجهش همین میشه که این اتفاق افتاده و حاکمیت ظرفیتش نداره، امکان استعداد و بودجهش هم نداره. این خیلی متشکرم. ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی، نامزد محترم 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. دور دوم پرسش های کارشناسان رو شروع میکنیم. استدام این است که هر یک از کارشناسان محترم در اندازه 1 دقیقه و 30 ثانیه پرسشتون رو خلاصه بفرمایید، چون وقتمون تا پایان برنامه بسیار اندک است. جناب دکتر اسفندیاری بفرمایید. خواهش می‌کنم. وقت من تموم شده، حق دیگران رو ضایع نکنم. نخیر، 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت در اختیار جناب عالی است. بله، من دیگه سوال دیگری نمی کنم، فقط در تکمیل مواردی که فرمودن جناب آقای پور محمدی، این رو عرض کنم، من فقط سوال کردم ارزیابی شما از 3 دهه
حضور چیست؟ ممکنه شما بگید این ارزیابی من رو قبول ندارید و معتقدید خیلی هم خوب بوده، باید بیشتر هم بشه. خب این نظر شماست، خیلی محترمه، ما میخوای مردم بدانن نظر شما رو. در مورد بحث هیچ کس مخالف سرمایه گذاری بخش خصوصی در عرصه فرهنگ نیست، مسئله اینه که چه منطقی بر میدان فرهنگ باید حاکم باشه، آیا منطق فرهنگی یا منطق تجاری. اگر منطق تجاری بر میدان فرهنگ حاکم شد، رابرت مرداخ ها حاکم میشن بر سرنوشت جوامع، اگر اون مسیر رو میخواییم طی کنیم بسم الله. اگر منطق فرهنگی باید حاکم باشه بر عرصه فرهنگ، نگاه فرهنگی، مدیریت فرهنگی و مصالح فرهنگی باید اولویت داشته باشه بر مصالح تجاری. در مورد انحصار هم آنچه که در قانون اساسی آمده رو قطعا شما میدانید، در ذیل او و تدابیری که اندیشیده شده طبیعتاً امکان تنوع، تکثر، رقابت، اوج شکوفایی فعالیت‌های رادیو تلویزیون در دهه 80 رو شما خاطرتون هست که با رضایت مردم و با رضایت رهبری بود و طیف‌های مختلف هم فعالیت می‌کردند و هیچ وقت صحبت از مهم اون، چون اون مدیریت فرهنگی بود آقای پور محمد. اگر مدیریت فرهنگی درست باشه اون مسائلی که فرمودید پیش نمیاد. آقای دکتر افروغ رو هم خدا رحمت کنه که در واقع جاشون خلاصه در جامعه ما خالی هست. خیلی ممنونم آقای دکتر اسفندری. جناب پور محمدی، ببینید خدا رحمت کنید دکتر افروغ رو و اون برادر دیگه‌ای که در جلسه رأی اعتماد من سخت‌ترین انتقادیو کردن که آقای جلی، ولی بعد نظرشون نسبت به من مثبت شد و بعد فهمیدن که برداشتشون درست نبوده. پیام‌های محبت آمیزی هم که فرستادن الحمدلله، خدا رحمتشون بکنه. خب عرض میشه که من با بیانات آقای افراسیابی، آقای اسفندیاری همراه هستم، قبول دارم. ببینید ایشون میگن که مخالف سرمایه گذاری مثلا در حوزه فرهنگ نیستند، مهم تفکر فرهنگی است. حتما درسته، اما اقتصاد فرهنگ هم مهمه. این مقوله دنیایی نیست، خدا هم میخواد بگه ان الله اشترا. زبان انسان زبان معامله است، زندگی انسان زندگی داد و ستده. خدا میگه میخرم جونتونو، مالتونو، وقتتونو، استعدادتونو تا یه پاداش خوب بدم. نه این تو وقتی اسم اقتصاد میاد میشه ضد فرهنگ، تو اسم پول میاد میشه ضد فرهنگ. نیست اینطور، اینجا اشتباهه. اقتصاد فرهنگ رو جدی بگیریم، هدایتش کنیم، نظارتش کنیم، ارتقا بدیم، اما به مبارزه نپردازیم تا اقتصاد مولد گسترده که در جامعه وجود داره با مشوقها و با سودهای قابل قبول تو عرصه هنر و فرهنگ دخالت نکنه، فرهنگ و هنر ارتقا پیدا نمیکنه. با منابع محدود دولتی یا صدا و سیما نمیشه نیازهای فرهنگی هنری رو تأمین کرد. نکته این هست. انحصار هم که فرمودن، نه انحصار نیست، مدیریت رو، نظارت رو در اختیار ارگانهای حاکمیتی دولتی قرار دادن. هیچ کس تا حالا در عرصه هنر و فرهنگ ایجاد انحصار نکرده، هیچ جای قانون اساسی انحصار نیست. قانون اساسی ما فوق العاده هوشمندانه تنظیم شده. مدیر اصلی این قانون اساسی ما که تنظیم شد تا زمان شهادت شهید مطهری، عمده موادش با همراهی و همفکری و رایزنی با ایشون، سپس هم قانون اساسی با اون فتاونت و مدیریت عالی شهید بهشتی، معلمان بزرگ انقلاب تدوین شد. زندگی شهید بهشتی رو ببینیم، نگاه شهید مطهری در عرصه فرهنگ و هنر ببینیم و ببینیم این نگاهی که بستر انقلاب ساخته، ما کم کردیم، محدود کردیم، انحصار طلبی کردیم. انحصار طلبی ضد رشد فرهنگی و خلاف قانون اساسیه. از این جهت من فکر میکنم در این جهت اصلا کسی بحث نداره. مهم این که ما بفهمیم جامعه است که باید فرهنگ و هنر رو بسازه، به او اعتماد کنیم، البته نظارت کنیم، کمکش کنیم انشالله. فکر میکنم خوشبختانه ما، حالا آقای دکتر هم اشاره کردن، موفقیت خیلی زیادی داشتیم. حتما تو این جلسه گفتگو اگه به برخی نقاط ضعف اشاره میکنیم، فراموشمون نشه دستاوردهای ما تو حوزه فرهنگ
بسیار زیاده و راتیلیزنو هم جز موفق ترین مجموعه بوده. من به هیچ وجه نمیخوام شأن راتیلیزنو کم بدانم، شأن آموزش پرورش رو نمیخوام کم بدونم، شأن آموزش عالی رو نمیخوام کم بدونم. اشتباه نگیریم، من کارگزار این نظام و این جامعه در 45 سال گذشته دیار و مددکارم این حوزه بودم، اما نگاه کوتاه و بسته نباید داشته باشیم. نقاط ضعفمون هم باید ببینیم، تلاش کنیم، حل بکنیم. خیلی متشکرم. اگر لطف فرمایید قطری خلاصه تر پاسخ بدین، وقتی برای جنبندی باقی خواهد ماند، چون فاصله ما تا خبر 23 بسیار اندکه. عذرخواهی میکنم آقای انتظامی، نوبت خوش جناب من دو تا سوال داشتم آقا، که خوشبختانه جناب عالی و آقای دکتر ایوبی به اونها با صراحت اشاره فرمودین، و یکی راجع به مردمی سازی حوزه فرهنگ و هنر رسانه است که شما با جدیت انتقاد کردید از اینکه دستگاه ها تقریبا سیطره انداختن بر این حوزه و فرمودید که به دنبال این خواهید بود که مردمی سازی انجام بشه، و یکی هم راجع به ممیزی ها و مجوز ها میخواستم سوال کنم که آقای دکتر ایوبی نظر جناب عالی رو با صراحت بیان فرمودن. بحث من راجع به حوزه زن هست. همه در شعار میگن که زنان بسیار مهم هستند، در سالهای اخیر دختران و زنان به مدار به صدا به شایستگی های خودشون رسیدن و ما باید از ظرفیت اونا استفاده بکنیم. مشخصا جناب عالی چه تبعیضات مثبتی میخواهید قائل بشید برای زنان، چه در سطح مدیران درجه یک و درجه دو، چه حوزه های دیگری که به ذهن مبارکتون میرسه، یعنی برای زنان چه کاری میخواهید انجام بدید؟ و نکته دیگری هم که اونم باز به خانواده مربوطه، باز همه شعار خانواده میدن ولی میگن ساعت 6 صبح خانم کارمند باید بره سر کارش، این بچهش رو چیکار کنه، چطور میخواد به مهد کودک بگذاره، و اصلا اینا خانواده ها دچار اختلال شدن. متشکرم آقای انتظامی. ببینید، من اول عرایزم گفتم جایگاه زن در تمدن ایرانی و اسلامی فوق‌العاده بالاست، و الان نقطه قوت نظام ما و انقلاب ما زنان ما هستند. زنان تابلوی انقلاب ما هستند، حضورشون، رشدشون، شکوفاییشون، نقش آفرینی هاشون که تا الان اینا همون تعارفاتی که هست. تعارفات درست. ببینید حالا من چی باید بگم؟ بعد میگم وزارت کشور چه فضایی ایجاد کردم. میتونید برید الان سایت وزارت کشور اون موقع ببینید برای حوزه زنان، مجموعه که زنان فعال بودن چه کردیم. بالاخره وقت گزینش مطرح میشه، گزینش شرط خاص خودشو داره که البته اگر بنده متصدی امور عمومی کشور شدم طبعا اون بخشو باید درست بکنیم. ببینید، یکی تصدی های عالی است. من معتقدم در بسیاری از جهات حضور زنان به نظم و سلامت محیط خیلی کمک کرده. ما تو شوراهای شهر و روستا اینو تجربه کردیم، یه تو سازمان بازرسی کنترل کردیم، هر کجا خانما بودن هم منظم بوده هم سالم بوده، از فساد تقریبا مبرا بودن و فاصله بیشتری داشتن. خب اینا تجربه های مثبته. ببینید، حتما زنانمون رو شایستگی زیادی دارن در موقعیت‌های مدیریتی قرار بگیرند، مطمئنم که توفیقات زیادی خواهند شد، ولی ما آموزش ندادیم، ارتقا ندادیم. یعنی ما الان نمی‌تونیم من یه وزیر سری بیارم خانم، باید تو اون رشته این خانم کار کرده باشه، نمی‌خوام نقدش بکنن، فشار روحی بهش بیارن و حاشیه‌ای که تو جامعه ایجاد میشه. شایستگیشو باید داشته باشه، ما هم کمکش بکنیم، باید اون شایستگی درش ایجاد بشه. یعنی من مثلا باید تلاش بکنم به وزیر دستگاه بگم من تا 3 سال دیگه از تو 3 تا معاون وزیر، 20 تا مدیر کل میخوام، از حالا برنامه‌ریزی کن. اگه تو دستگاهت نداری 3 تا مدیر کل داری، این اگه تو 200 تا مدیر کل داری، 1/3 من مدیر کل میخوام، برو آموزش بده. اگه تو معاونینت، مشاورینت 1-2 تا بیشتر نداری، 1/3، 1/4، 1/5، حالا با ظرفیت‌هایی که میشه ایجاد کرد از خانمان و ظرفیت بانوان. به هر حال ببینید، اعتقادم بر اینه جامعه ما متفاوت از جامعه گذشته است، تربیت های دینی ما هم متناسب با زمان و مکانه. اسلام از ما برای زنان وقار و حیا و عفاف و توجه به خانواده خواسته. حالا شما به موضوع خانواده اشاره کردید، ما باید حرمت خانواده و جایگاه خانواده باید حفظ کنیم. خب زنان ما میخوان تو محیط اجتماعی هم فعال باشن. من خودم اتفاقا
زمانی که تو دولت هم نهم بودم هم تو یازدهم یک طراحی متفاوت برای اشتغال خانوما داشتم که یه خورده ما فضای بیشتری به خانوما بدیم، راحتی عمل در زمان و انتخاب حضور در اداره و اینها بهشون بدیم تا این مشکل که آقای دکتر انتظامی گفتن به نفع حل کنیم. یه پیچیدگی داره متاسفانه، تا زنان رو یه امتیاز میدیم ادارات محرومشون میکنن، شرکت ها محروم میان، نه کارمند خانم نیاد، مدیر میگه خانم این خانم اون ساعت نمیاد، این امتیاز داره، کار ما زمین میمونه. اینو با طراحی کرد آقای انتظامی، یعنی هر کجا برای خانم ها امتیاز قائل شدیم موجب کاهش حضور بانوان و نقش آفرینی بانوان شده، یعنی برعکس خودش عمل شده. این یه تجربه مدیریتی، این فوت شیشه‌گری است، یعنی ما متاسفانه بسیار مدیران ارشد ما نظام اداری رو نمیشناسن، اصلا کار نکردن تو نظام اداری، چرخدنده های نظام اداری رو نمیدونن چیه. بعد میایم یه طرحهای توهمی میدیم، یه به قول آقای انتظامی شعارهای انچنانی میدیم، بعد میریم تو عمل میریم همون دستیارام میگن آقا اینا نمیشه، اینا چی میگی، کار زمین میمونه. از اینجا من فکر میکنم با فهمی که از حوزه اداری دارم، این مقوله که آقای انتظامی و بسیار از خانم هایی که با من صحبت کردن و حالا همین صحبت ها رو میکنن، باید بشینیم با یک فهم دقیق که جایگاه زنان کاهش پیدا نکرده نکنه، این دغدغه رو انشالله برطرف کنیم. خیلی متشکرم. و بالاخره خانم دکتر یاوری، اجازه بدید من همین گفتگو رو یک کمی ادامه بدم. من دیگه سابله هستم. فرهنگ ایرانی از شاهنامه تا زن در آینه جمال و جلال به شدت غنی هست از اینکه توانمندی خانم ها رو صحه بگذاره و ترویج و تبلیغ کنه. در سالهای اخیر به یمن مجاهدت خیلی جدی مقام معظم رهبری، گفتمان در واقع حضور زنان با الگوی سوم که نه به خانواده آسیب برسه و نه به مسئله های اجتماعی اینها محدودیت غلبه کنه، در جامعه ما خیلی فراوان مطرح شده و گفتمان سازی هم انجام شده. واقعیت اینه که خانم های ما در عرصه های متفاوتی ظاهر شدن و خیلی موفقن. یه کمی عجیبه اگر که ما بگیم که توانمندی خانم ها در ریاضیدان شدن و فیزیکدان شدن و پزشک شدن و حتی بخش خصوصی مدیر شدن خیلی بالا هست، اما در بخش های دولتی و مثلا دانشگاه ها اینا توانمندی ندارن. به نظر میرسه که اون چیزی که کمه، حلقه مفقوده ای که اینجا هست، نظام سازی هست. نظاماتی که کمک کنه که خانم ها بتونن با فراغ بال و با آرامش در واقع توانمندی های خودشون رو در عمر متفاوت، حالا لزوما فقط مدیریت هم نیست، در حوزه های متفاوتی که لازم دارن شکوفا کنن به کار بگیرن. شما یک مورد رو فرمودین، کار منعطف و دورکاری که اتفاقا در سیستم های دولتی مشکلی نداره. میخوام بدونم چه نظامات دیگری رو پیشنهاد میکنید که فضا باز بشه برای اون خانم هایی که توانمندن که توانایی خودشون رو نشون بدن. متشکرم. ببینید این دوران داره، یک فراینده. ما اگر فکر بکنیم اینو شکل جهشی و بادکنکی بخوایم یه ظاهری رو درست بکنیم، بسترهای مناسبش رو ایجاد نکنیم، به ضد خودش تبدیل میشه. نمونهاشو گفتم تو قسمت، ولی از این جهت من نمیخوام بگم این وضعیت وجود نداره، بسترش وجود نداره. من اتفاقا معتقدم خیلی بستراش ایجاد شده. جناب فرمانده عذرخواهی میکنم، 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. خوب. و این 10 دقیقه در اختیار جناب عالی است. چه مصروف فرمایید برای پاسخ به سر بخوام دکتر یاوری، چه به دوستان دیگه. در اختیار من در اختیار دوستانم نه در اختیار شماست. خوب. دیگه میکروفونای ما بسته شده. بله. ببینید مسئله زنان رو جدیتر بگیریم، از ظرفیت زنان میتونیم خیلی بهتر استفاده کنیم. زنان قابلیت بسیار بالایی در کشور ما دارن. شخصیت زنان شخصیت برجسته است، خودشون حافظ شخصیت خودشون هستند. زنان ما به یک اصول به طور جدی پایبندن. امور حتی فرهنگی تربیتی مقابله با ناهنجاری ها رو باید ما به خود زنان بسپریم، طراحی مدیریت، نه برخورد ها رو. من به هیچ وجه به برخورد ها به اون صورت اعتقاد ندارم، مدیریت، تدبیر و هدایت صحیح، اینها رو معتقدم ما باید از خانم ها بیشتر استفاده کنیم. پیشرفتی که در کشور و انقلاب اسلام اتفاق افتاده قابل توجه، و اگر اون نگاه هوشمندانه استفاده از همه ظرفیت ها و اعتماد که باز من تأکید می کنم برقرار بشه،
زنان ما انشالله جایگاه مناسب خودشونو پیدا خواهند کرد. ببینید، من فکر میکنم مقوله فرهنگ و هنر رو باید ما جدیتر بگیریم. رهبری معظم جز معدود شخصیت‌های کشورند، به جایگاهشون کار ندارم، شخصیت ذاتی و حقیقیشون در نظر بگیرید. چقدر به مقوله فرهنگ و هنر بها میدن و چقدر وقت میگذارن. این فهم صحیح مدیریت اجتماعی است. این نیاز جامعه اقتضاش اینه که به حوزه فرهنگ و هنر توجه بیشتر بشه. اقتصاد فرهنگ بسیار بسیار مهمه برای مردمی سازی فرهنگ و هنر. این رو باید خیلی ما کارآمدش بکنیم. حالا مقولات زیادی رو من یادداشت کرده بودم، مثلا حوزه کتاب و کتابخوانی، رسانه، مطبوعات، خبرنگاران، ابعاد مختلف هنرمندان، اینها توجه خاص میخواد و ما باید با اینها با اون فضای واقعیشون آشناتر بشیم و نیازهای اونها و گرایشهای اونها رو درک کنیم. من معتقدم بسیاری از افراد فعال در عرصه فرهنگ و هنر قواعد اجتماعی رو قبول دارند. حدودی که در جامعه ما محترم باید داشت دانسته بشه رو قبول دارن، نیازمند گفتگو و احترام هستند، نیازمند درک مشترک هستیم. بگین اختلاف سلیقه داریم، ولی این قواعد مشترکی است که بین من و شما برام، اگه بهشون احترام بذاریم، اگه گفتگو کنیم، درک مشترک ایجاد کنیم، میگیم حالا اون بخش اختلافش رو برای جایگاه خاص بذاریم، اون بخش مشترک رو با هم ببریم جلو، حل میشه. به نظر من خیلی راه حل داره. مهم این که مدیران ما تفکر اجماع ساز داشته باشن تو همه حوزه ها، از فعالیت های بخشی و جناحی و تنگ نظر و خود رأیی. یکی از مشکلاتمون خود رأیی، فکر کنم علامه دهریم، همه چی بلدیم، همه چی رو میدونیم. خب همه فکر دارن، این همه آدم تحصیل کرده، 13-14 میلیون فارغ التحصیل، 3-4 میلیون دانشجو، خب اینا همه آدم های فرهیخته هستند و توشون نوابق، آدم های بسیار مبتکر و خلاق، بخصوص تو جوانامون. به هر حال من نمونه و کار زیاد دارم، ولی میخوام دوستانمون، میخواستیم یه خورده نشاط و فضای میراثی و هنرمندانه و شعر و اینها رو هم که بگیم بابا اگه بناس جامعه تو چرخدنده های خشک مدیریتی گیر نکنه، گریسکاریش با هنره. هنر باید امتزاج پیدا کنه تو تمام فرایند و فعالیت اجتماعی. اگر این نباشه زندگی تلخ و خشک میشه. 4 دقیقه فرصت داریم. خب تا پایان برنامه به خود شما بقیه‌اش هم میدم. من فقط برای اینکه ختم میشه، برای اینکه بانوان ان شاء الله حقشون رو خواهند گرفت، من مطمئنم. برای اینکه قرن گذشته قرن صنعت بود، قرن عقلانیت بود، قرن ماشینیسم بود و قرن رفتار عقلانی خشن و مردسالار. قرن جدید قرن ارتباطات، قرن ارتباطات قرن کنشگری بانوانه. بانوان در این قرن نیاز ندارن که دیگه مدیران ارشد و رؤسای جمهور حقوقشون رو بهشون بدن، حقوقشون رو خواهند گرفت. متشکرم. جناب آقای دکتر مستقیم، خواهش می‌کنم. فرمود که زدانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چون این داد پاسخ بدین رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر خار و زار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. یکی از پربسامدترین کشورهایی هستیم که مقوله فرهنگ همواره بر صدر است. به قول شیخ اجل سعدی، هر کس که فرهنگ نورزد به چه ارزد. اما به ژرفی باید گفت که همواره فرهنگ در ادوار مختلف دورای ریاست جمهوری طفل گریزپا و طفلی بوده که بر سر راه بوده. در دولت قرار حاج آقا این طفل گریزپا صاحب خانه خواهد شد. شاید خیلی از یاران بر من خورده بگیرند که فلانی چه مناسبتی هست این جایگاه. من به بانگ بلند میگویم پس از نشست هایی که با جناب حاج آقا پور محمدی داشتیم، متوجه شدم که پشت این ستاره حلبی قلبی از طلا وجود داره و اگر ما
سر آن داریم که این کشتی رو شب تاریک و بیم جان و گردابی چون این حائل به دست یک ناخدای با خدا بسپاریم، کسی که پدرانه اهالی فرهنگ رو پاسداری بکند او کسی نخواهد بود جز جناب حاج آقا پور محمدی. از این جهت این رو عرض می کنم که مویه ها و ناله های زیادی ما از فرهنگیان به گوش داریم. بسیاری از ادیبان ما خانه نشین و عزلت نشین هستند، هنروران ما، و ختم کنم به این ابیات حکیم فردوسی که بانو هم اشاره کردند که جز از نیکنامی و فرهنگ و داد ز رفتار گیتی مگیرید یاد، جهان یادگار است و ما رفتنی، به گیتی نماند به جز مردمی. خرد، شادی و شکوفایی در 4 سال دوره ریاست جمهوری 1460 روز با بذر و نهال قوی که خواهد کاشت جناب حاج آقا، ما شاهد باردهی بسیار سرسبز و طربناک خواهیم بود و به قول حکیم نظامی سلامی به هر سبزه‌ای میرسم. سپاسگزارم. بسیار متشکرم. 1 دقیقه. خب گفتگوی خیلی خوبی بود، بحث‌های جدی به خصوص جناب اسفندیاری مطرح کردن، طرح مطلبشون به نظر من بسیار مفید بود و سازنده، نیازمند یک پاسخ جدی است در فرصت‌های بیشتر. ولی من اعتقاد دارم که عرصه هنر و فرهنگ خوشبختانه ظرفیت سازی بسیار خوبی در کشور ما داشته، بسترهای مناسبی داره، کنشگران و فعالان خوبی داره. مهم اینه که نیازهای فرهنگی رو بشناسیم، حاشیه‌های فرهنگی رو درک کنیم، حکومت و حکمرانی رو بر اساس خردمندی با استفاده از همه توانایی‌های ملیمون داخلی و خارجی و بر دوش ایرانیان فرهیخته و عزیزمون بگذاریم. ما کمک کنیم موانع و سنگ‌ها رو برداریم، ما کمک کنیم همدلی نشون بدیم، ما کمک بکنیم راهنماییشون بکنیم و غمخواریشون داشته باشیم. فکر میکنم با شکوفایی جدی عرصه هنر و فرهنگ در تمدن جدید اسلامی پیشتاز و هماور طلب در عرصه جهانی روبرو خواهیم شد انشاءالله. خیلی متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی، نامزد 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، همراهان ایشان و کارشناسان ارجمند، شما بینندگان گرامی و شنوندگان محترم رادیو. خداحافظ.